امروز یک خبر تلخ در رسانه ها منتشر شد و اون هم خبری مربوط به آقای رضا رویگری بود. شنیده شده که اون در خانه سالمندان کهریزک به سر میبره. تو این ویدیو قراره بیوگرافی رضا رویگری، بازیگر و همسرش تارا کریمی با ناگفته های ازدواج اول و دوم تا ماجرای بیماری و انتقال خانه سالمندان اون رو بشنوید. سلام عزیزان، به کانال خودتون خوش اومدید. لطفاً اگر به ویدیوهای جنجالی علاقه‌مند هستید، کانال خودتون رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید و تا پایان این ویدیو همراه من باشید. رضا رویگری متولد 6 دی 1325 در تهرانه. ایشون بازیگر، خواننده و نقاش هستند. در سن 23 سالگی اولین بار با تئاتر برای صحنه رفت و با خوندن مشهور شد. به عنوان تنها فرزند خانواده در تجریش تهران به دنیا اومد. میگه پدرم یه آیت الله بی عمامه بود و آرزو داشت من روحانی بشم و به همین خاطر مدتی دروس حوزه رو خوندم. روزهای منتهی به انقلاب آیه های رو به صورت سرود خون که چند باری از گلدسته های دانشگاه تهران هم پخش شد. بعد از پیروزی انقلاب این سرود با نام الله الله به روی آنتن رادیو و تلویزیون رفت. بعد از انقلاب در سال 61 وقتی 36 ساله بود با سریال محله بروبیا به بازیگری برگشت و در سال 63 هم اولین تجربه سینمایی خودش رو با فیلم عقاب به دست آورد. رضا رویگری اولین بار با خانم فرشته میرهاشمی که فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته شهرسازی و دکترای روانشناسی از کالیفرنیا بود ازدواج کرد. حاصل این زندگی تولد پسری به نام کیارش در سال 53 بود. اما این رابطه به خاطر مخالفت آقای رویگری با کار همسرش به جدایی و طلاق ختم شد. رضا رویگری برای بار دوم در سال 92 وقتی 67 ساله بود با دختری به نام تارا کریمی 24 ساله ازدواج کرد که اختلاف سنی اونها حدود 43 سال بود. تارا کریمی متولد سال 68 در شیرازه که مدتی در کار مدلینگ خارج از کشور بوده. تارا کریمی میگه قبل از آشنایی در سال 91 من اصلا آقای رویگری رو به عنوان بازیگر نمیشناختم و کاری از ایشون رو به خاطر حضورم در خارج از کشور ندیده بودم. در افتتاحیه یک برنامه در شیراز که آقای رویگری به عنوان مهمان برنامه دعوت شده بود، من به اتفاق دوستم که مسئول میزبانی مهمانان بود برای استقبال به فرودگاه رفتیم. اولین بار ایشون رو اونجا دیدم و چند روزی که شیراز بودم با هم آشنا شدیم. در نهایت بعد از یه سال با وجود مخالفت شدید خانواده‌ام با هم ازدواج کردیم. 9 ماه بعد از ازدواج دوم در دی ماه 92 بود که آقای رویگری زمان شستن دست و صورتش ناگهان دچار سرگیجه شد و به زمین افتاد. در نهایت در بیمارستان مشخص شد سکته مغزی کرده که ایشون بعد از این اتفاق ناگوار ویلچر نشین شدن. سال 89 بعد پخش سریال مختارنامه 4 سال در تلویزیون ممنوع الفعالیت شد. چندین بار برای کار دعوت شد اما به دلایل نامعلومی در آخر کار قرارداد بسته نشد. اون گفته بود که تارا همسرش تنها کسی بوده که در زمانی که ایشون مریض بودن همه جوره ازش مراقبت میکرده و همراهش بوده. در 19 شهریور 1400 مریم ناظران عکسی ناراحت کننده از رضا رویگری منتشر کرد که نشون میداد این بازیگر پیشکسوت در وضعیت خوبی به سر نمی برد. پاهای خونی و تمیز نشده ی آقای بازیگر و لباس نامناسب اون به شدت مردم رو متاثر کرد. در 5 اردیبهشت 1400 رضا رویگری ویدیویی رو به دست خبرنگاران رسوند که در اون اعلام میکنه توسط همسرش به حال خودش در آسایشگاه کهریزک رها شده. اون در این ویدیو بیان میکنه حال جسمی خوبی داره ولی سیم کارت خط اصلیش توسط همسرش تعویض شده و امکان اطلاع دادن از وضعیتش به کسی رو نداره. آقای بازیگر از همه طرفداراش که میتونن اون رو از این وضعیت رها کنن درخواست کمک کرد. سلام به همه عزیزان، دوستان، طرفداران و همه مردم خوب ایران. من رضا رویگری هستم. الان دارم از خانه سالمندان کهریزک با شما صحبت کنم. با
بعدی 60 سال کار من آوردن این داخل اینجا، نه تلفنی دارم نه، چون سیم کارتم و خانم هم برداشته، یه ایران سل این داخلی هیچی اصلا نداره اون شما داره. من نمیتونم برا کارم به کسی زنگ بزنم، نه اونا به من زنگ بزنم، با همه قطع اعتبار. بعد من ملاقات هم کرده بودم و از این طریق دارم ازتون حلالیت میتره کاری کردم که شما دوست نوشتیم یا حلالیت شدیم منو ببخشیم منو حلال کنیم. نمیدونم دیگه اینجا چی بزنم یا بیدونم، چون اینجا برای مثل زندان میمونه. اگر این دوباره دیدیم اونایی که این طرف داره خوب هم که میدونم کم هم نیستن، یک کمک رو من بکنن، من اینجوری هم بیرون. برای هنرمند پیشکسوت کشورمون آرزوی سلامتی داریم و امیدواریم که در وضعیت بهتری ببینیمش. ممنون که همراه بودید. لطفا نظرات خودتون رو برای ما کامنت بذارید.